تبریک شنیدید امروز در مسکو در گرد همایی که هدف آن تجلیل از یک صد سالگی روابط افغانستان و روسیه ذکر شد، شماری از سیاستمداران افغان و شمول آمد کرده رئیس جمهور سابق شرکت کرده و وزارت خارجه افغانستان میگوید که از جانب حکومت افغانستان لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو و کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح حضور یافتند. شرح بیشتر اهمیت این نشست موضوع صحبت ما با محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی، کارشناس امور سیاسی است که ایشان از استودیوی کابل با خود داریم. آقای سیغانی سلام بر شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. آقای لافروف، طوری که در گزارش شنیدین این نشست ها را در مسکو میان افغان ها، سیاسیون افغان و طالبان مؤثر در پروسه صلح خوانده، ولی طالبان باز هم طبق معمول همه چیز را رد کردن و حتی نمایندگان حکومت افغانستان را که سفیر و رئیس شورای عالی صلح هست، اونا را گفتن که از بعد شخصی خود، ظرفیت شخصی در این نشست حضور دارن و از حکومت افغانستان نمایندگی نمی کنن. به نظر شما این دو در نشست مسکو تاثیر مثبت را در روند صلح با طالبان از خود بر جای گذاشته یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بیننده های محترم. همانطوری که شما مستحضر هستین، بحث صلح و جنگ افغانستان یکی از زوایای بسیار مهمش چگونگی استراتژی و تعاملات کشورهای منطقه‌ای است. روسیه را شما به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و قدرت بین المللی که در برابر ایالات متحده آمریکا هم برنامه خودشان را داره میتونین که تعریف کنین که در بحث صلح و جنگ افغانستان نقش خودش را داره و میزبانی او با توجه به قدرتشان هم بالای حکومت افغانستان و هم بالای تحریک طالبان نقش مؤثر را می داشته باشه. ولی باید داشته باشین که اساتید حوزه صلح و علی منازیات سه تا محور برای تامین صلح مطرح میکنن که میگن ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای امنیتی و استقرار صلح هم کار آحاد ملت. در چنین وضعیت حکومت ها باید تحصیل کننده های روان باشه. اینکه تحریک طالبان نماینده های حکومت را به رسمیت نشناختن یا اونها را اشتراکشان را از آدرس شخصی خودشان تعریف کردن، من فکر میکنم که طالب ها میخواهند که با فشار آوردن بالای موازی خودشان امتیازی بیشتر بگیرن و جایگاهشان را برجسته تعریف کنند، در حالی که شما میدانین هم استاد خلیلی از آدرس حکومت افغانستان اشتراک کرده و هم سفیر افغانستان نماینده سیاسی افغانستان در مسکو هست و این نشان میده که طالبان نسبت به گذشته از خود انعطاف نشان داده و ایره میتونیم که یک گام بجلو در جهت مقدمه برای گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان به صورت رو در رو تعریف کنیم. موضوع جالب را تذکر دارین که کشورهای منطقه مسکو و روسیه که یک قدرت منطقوی محسوب میشه باید من حیث تسهیل کننده های پروسه به افغانستان کمک کنند، ولی هر کشور علایق خود را هم در این پروسه داره. روسیه به نظر میرسه که به نوع کوشش میکنه تا دست پیشی را در پروسه مصالحه با طالبان نشان بده و طالبان هم به نظر میرسه که حرمت بیشتری به روسیه در مقابل ایالات متحده قائل هستند، چرا هر باری که دعوت شدن مکررا دعوت ها را پذیرفتن و اعلامیه را هم اکنون امروز نشر کردن که در او از کمک های روسیه تقدیر به عمل آوردن، ولی وقت صحبت از اشغال افغانستان میشه اینا همیشه ایالات متحده را هدف قرار میتن. علایق روسیه فکر میکنین چی است؟ فکر میکنین در بدل آوردن طالبان به افغانستان موفقیت پروسه صلح علایق روسیه چطور تامین خواهد شد؟ روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ علاقمند هست که در تحولات افغانستان تأثیر داشته باشد. روسیه دیگه روسیه 2001 نیست که با آنچه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان میخواد بازی بکنه تمکین بکنه. روسیه علاقه داره هم به عنوان یکی از اعضای کلیدی پیمان شانگهای، هم به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در قضایای جنگ صلح افغانستان، با توجه به موقعیت استراتژیک که افغانستان داره و تحولات گذشته را که همه ما شما از دید تاریخی میدانیم، علاقمند هست که تاثیرات خودش را داشته باشه. یکی از دلایلی که طالب ها هم میخواد که انعطاف بیشتر در برابر روسیه نشان بده چگونگی و مراودات طالب ها با ایالات متحده آمریکا است. شما مستحضر هستین که نشست های متعددی بین طالب ها و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان برگزار شد، اما نتیجه ای که انتظار می رفت از او به دست نیامد و طالب ها بالای موازی خودشان تاکید کردند. در عین حال روسیه در این اواخر زمینه های مطلوب را برای یک جایگاه طالبان در
در تعاملات برجسته تعریف شود در قسمت قضای افغانستان، این زمینه ها را مساعد ساخته و تاریخ گذشته افغانستان هم نشان داده که هرگاه روسیه در قضای افغانستان به فراموشی سپرده شده باشد، چه از جانب حکومت های وقت، چه از جانب جریان های دیگر، او آدرس ها انتظار مطلوب و نتیجه مثبت را که از بازی هایشان انتظار داشتند به دست نآوردند. بنابراین میتونیم بگوییم که روسیه به عنوان یک از قدرت ها نقش اساسی در تحولات داره و علاقه داره که در تحولات افغانستان در برابر ایالات متحده آمریکا مانورهای خودش را در بخش های مختلف داشته باشه، که یکی از بحث های امروز که اما مانور نرم میتونه تعریف شه بحث صلح افغانستان و ختم جنگ هست که روسیه علاقه داره نقش آفرینی مثبت و برجسته در این تحول داشته باشه. اگر برگردیم به طالبان طبق معمول هم شرایط عمده خود را باز هم در این نشست دوباره روش تذکر دادن خروج نیروهای خارجی است و ای که میخوان آنچه را کنش قال افغانستان مینامن خاتمه داده شد. به نظر شما این نشست های این گونه که در او طالبان مکررن روی چند خواسته که دارن تاکید میکنن موثریت خواهد داشت، دستاورد خواهد داشت، یا ای که به شکل رسمیات یک نشست بی تاثیر باقی میمانه؟ من فکر میکنم هر نشست در هر سطحی که باشه در روند صلح افغانستان بی تاثیر نیست، ولو اگر ما در کوتاه مدت نتونیم اثرات از را ببینیم، در میان مدت و دراز مدت میتونه که طالبان را به پای میز مذاکره بکشونه، چون طالب ها هم همونطوری که از صحبت هاشون معلوم میشد خواهان صلح هستند و از جنگ خسته هستند، بالاخره تحولات جهانی و منطقه‌ای هم در حالت تغییر هسته. از این زاویه هر نشست سیاسی و هر نشست دیپلماتیکی که میان اینها در هر جایی که برگزار شود، ما با عنوان شهروندان افغانستان احساس میکنیم که به مرور زمان ما را به صلح نزدیک میکنه، با توجه به اینکه طرف های دخیل در قضیه هم علاقه ندارند که در بحث های رسمی و بحث های علنی از مواضع خودشان عقب نشینی بکنه. ولی اگر شما در تحقیق بکنین در نشست های حاشیه‌ای، باز او صراحت لهجه ای را که در پیش روی رسانه ها جریانات داره در نشست های حاشیه‌ای نمی داشته باشه و انعطاف نشان میده. اگر برگردیم به سیاستمداران افغان که در این نشست شرکت کردن، برخی از اونا انتقاد کردن و گفتن که اینا با حکومت افغانستان بی‌اعتنایی میکنن، ولی اینا میگن که ما هدف ما بی‌اعتنایی با حکومت افغانستان نیست، بلکه میخوایم پروسه صلح سریعتر آغاز شود. نظر شما در مورد هیئت افغان که شامل شخصیت های برجسته مثل آقای عطا، آقای کرزی، آقای اتمر، آقای محقق است چیست؟ من فکر میکنم که این شخصیت های سیاسی در برابر مردم افغانستان و در برابر قضای افغانستان به تفاوت بدن نمیتونن. در دقیقه 90 از نظر محتوا خواست حکومت افغانستان، ملت افغانستان و سیاسیون یکی است، دسترسی به صلح. اما مسیرهایی را که برای رسیدن به صلح تعقیب میکنن مسیرهای متعددی است که در ختم روز ما را به او هدفی که همه ما داریم میتونه برسه. گاهی بله. اگر مخالفت از نظر شکلی هم صورت میگیره، بیشتر به برنامه های سیاسی کوتاه مدتی داره که بس انتخابات ممنون و سپاس از شرح که در قبال این نشست برای بیننده های را دادن. البته این نشست تا روز چهارشنبه در مسکو ادامه پیدا میکنند. تشکر از حضورتان آقای سیغانی. تشکر.